دوستان عزیزم سلام خیلی خوش آمدید به بام و لنگوی جز با من دارا. بچه ها امروز میخوایم با هم داستان اسکناس پنجاه لیری الی لیرالک بانکوت رو بخونیم و با هم ترجمه کنیم پیشنهادم بهتون اینه که این داستان رو از دست ندید و تا آخر ویدیو منو همراهی بکنید بریم سراغ قصمون دوستان عزیزم بیایید با هم داستان الی لیرالک بانکوتی که رو بخونیم. Meşhur bir hatip konuşmasına 50 liralık bir bankotu elinde tutarak başladı. 50 kişilik salonda bu 50 liralık bankotu kim ister diye sordu. Salonda eller tek tek havaya kalkmaya başladı. Tamam, bu 50 lirayı içinizden birine vereceğim ama önce lütfen izin verin bir şey yapayım dedi ve bankotu buruşturmaya başladı tekrar sordu. Hala kim istiyor? Salonda aynı eller havaya kalktı. Pekala, şunu yaparsam ne olacak bakalım? dedi. Bankotu yere attı ve ayakkabısının altında ezmeye başladı. Bir süre sonra eğildi ve parayı aldı. Bankot kirli ve buruş buruş olmuştu. Hala isteyen var mı? diye sordu. Salonda eller tekrar havaya kalktı. Arkadaşlar sanırım hepiniz çok önemli bir ders öğrendiniz. Paraya ne yaparsam yapayım siz hala onu istemeye devam ettiniz. Çünkü biliyordunuz ki bu bankot değerinden bir şey kaybetmedi. Hala 50 lira değerinde bir bankot. İşte bunun gibi hayatınızda çok defalar verdiğimiz kararlar yüzünden ya da karşı karşıya geldiğimiz durumlar yüzünden yere düşeriz, çiğneniriz, üstümüz başımız kirlenir, çamur oluruz. Ama başımıza gelenler ya da gelecekler ne olursa olsun Allah'ın gözünde değerimizi asla kaybetmeyiz kirli ya da temiz, buruşuk ya da ütülü olalım. Ona göre bizler hala paha biçilemez biriyiz. Hayatımızdaki bu değer yaşadıklarımıza ya da tanıdıklarımıza göre değil, kim olduğumuzu bilmemize göre gelir. Çünkü sizler özelsiniz. Bunu asla unutmayın. Küçük bir mesajın bile kalplere ne zaman işleyeceği hiç bilinmez. Bu yüzden sıkıntılarınızı değil, nimetlerinizi, سیزه veren lütufları saymaya سلام به همراه های همیشگی و عزیز بامبو دریا هستم و قرار تو کانال آشپزیمون کلی دسر و شیرینی و غذاهای خوشمزه ایرانی و فرنگی با هم درست کنیم پس خوشحال میشم اگه از طریق لینک بالا کانال خودتون رو دنبال کنید بریم برای ادامه درس خب دوستان عزیزم بیاد یک بار دیگه با هم دیگه این داستان رو بخونیم و ترجمه کنیم. مشهور بیر هاتیب کموشمسونا ایلی لیرالک بیر بانکوتو الینده توتارک باشلاده. هاتیپ یعنی سخنران از خطاب کردن هم داره میاد. کنوشما یعنی صحبت کردن و بانکوت یعنی اسکناس. میگه که یک سخنران بسیار مشهوری با در دست گرفتن یک اسکناس پنجاه لیری شروع به صحبت کرد. الی کیشیلیک سالوندا بو الی لیلارلک بانکوتو کیم استر دیه سردو. کشیلیک یعنی نفر میگه توی یک سالن پنجاه نفره سوال کرد که این اسکناس پنجاه لیری رو کی میخواد؟ سالوندا ایلر تک تک هوایا Kalkmaya başladı. Kalkmak yani bolen şöden. Diyor ki, salon, tek tek, dast haşrube, bolen şöden kerder. Tamam, bu 50 lirayı içinizde birine vereceğim. Ama önce lütfen izin verin bir şey yapayım, dedi ve bankotu buruşturmaya başladı. گفتش که اوکی باشه من این پنجاه لیری رو حتما به یکی از شماها خواهم داد اما اول اجازه بدید که یک کاری رو انجام بدم و شروع کرد به مچاله, مچالک کردن اسکناس تکرار سردو حالا کی میستیور و دوباره سوال کرد هنوز کسی میخوادش الان کی میخوادش سالوندا آین اللر هاوایا کاکت توی سالن دوباره همون دستها به بالا اومد. پکالا شونو یا نه نولاجاک با ددی دیدی و گفت که خب حالا بذارین ببینیم اگه این کار بکنم چه اتفاقی میخواد بیفته. بانکو تو یره ات و آیاک کپسنن آلتون دا ازمه اسکناس رو انداخت روی زمین و با پا اونو شروع به له کردن کرد. بیر سوره سون ایلدی و پارایا آلد ایلمک یعنی خم شدن میگه یه کم دیگه ای خم شد اون پول رو برداشت بانکوت کیرلی و بروش بروش آموشتو کیرلی یعنی کسیف بروش یعنی مچاله وقتی داره بروش بروش میگه یعنی داره روی دوبار مچاله شدن تأکید میکنه میگه که اسکناس کسیف و بسیار مچاله شده بود حالا استیانوار ما دیه سردو و دوباره پرسید که هنوز کسی هست که بخوادش. سالاندا، ایلر تکرار هواهی کالکت. توی اون سالن دوباره دست تا بالا اومد. آماداشل، سانریم همینیز چوک اهمیت وی درس یاد گرفتید. فکر میکنم که همتنون یک درس بسیار مهم میرو یاد گرفتید. پاراها نه یا پرسم یا سیز حالا آنو استمیه دوام اتتینیز. میگه من با این پول هر کاری که کردم دلم خواست کردم شما هنوز همون پول رو میخواستید چونکه بلیوردونوز کی بو بانکوت دیریندن بیرشه شی کای چون چونکه میدونستید مطمئن بودید که این اسکناس چیزی از ارزشش کم نشده حالا الی لیرا دیرینده بیر بانکوت و هنوز یک اسکناسیه که پنجاه لیر میارزه İşte bunun gibi hayatımızda çok defalar verdiğimiz kararlar yüzünden ya da karşı karşıya geldiğimiz durumlar yüzünden yere düşeriz, çiğneniriz, üstümüz başımız kirlenir, çamur oluruz. یه که دقیقا به خاطر مثل همین توی زندگیمون میشه اتفاق میفته که بارها و بارها به خاطر تصمیماتی که گرفتیم یا موقعیت هایی که باهاشون رو در رو شدیم زمین بیفتیم، له بشیم، آدم ها از رومون رد بشن و ما رو نادیده بگیرن kasıf beşim ya hatta gel beşim ama başımıza gelenler ya da gelecekler ne olursa olsun Allah'ın gözünde değerimizi asla kaybetmeyiz. اما هر اتفاقی که میخواد سرمون بیاد یا اومده یا قراره بیاد هر چی میخواد باشه باشه ما ارزشمون در مقابل چشمان خداوند کم نمیشه کیرلی یا دا تمیز بروشوک یا دا اتلو اولالم اونا گره بیزلر حالا پاها بیچیلمز بیریز حتی اگه کسیف باشیم یا تمیز باشیم، مچاله بشیم، یا اتوکشیده باشیم یا اتو کشیده باشیم، در نظر اون ما هنوز هم یک چیز بسیار با ارزشمندی هستیم. حیاتımız دا که بو دیر یا یا دا تاندکلارمزا گره دیل کیم اولدومزو بیلممیزا گره گلیر. میگه این ارزشی که ما در مقابل چشمان خداوند داریم و توی زندگیمون داریم بنا اون چیزهایی نیست که زندگی کردیم یا بنا به آشنایانمون نیست بنابراین هستش که ما میدونیم که چه کسی هستیم چون که سیزلر ازل سینیز چون که شماها مهم و با اهمیت و خاص هستید بونو اصلا اونوتماین اینو اصلا فراموش نکنید کچوچک بیر مساجم بیله کالپلره نه زمان ایشلیجهی هیچ بیلیم مز اصلا معلوم نمیشه که یک اسمس یک پیغام کوچیک چطور میتونه دل بعضیها ها رو شاد بکنه یا خوشحالشون بکنه بویوزدن سکنتلارنز دیل نیمتلرنزی سیزه وریلن لطفلارو سایمایا بکن به خاطر همینه که این خوشبختی هاتون رو نعمت هایی که خدا بهتون داده رو بشمارید نه سختی های زندگیتون رو امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید ازش کلمه های جدید یاد گرفته باشید اصطلاح های خوب یاد گرفته باشید و توی صحبتاتون هم بتونید ازش استفاده بکنید حالا قبل از اینکه تشریف ببرید بفرمایید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره ما رو به دوستانی که داستان دوستان پادکست ترکی دوستان گوش بکنم حتما حتما معرفی بکنید می دا که یکی فندیم باکن اما دوست چکلن.